اگر یه نگاه سرانگشتی به تاریخ چهارده معصوم علیهم صلوات الله داشته باشید ببینید از نبی اکرم و حضرت زهرا و امیر المومنین و امام مجتبا و سید الشهدا و, و امام سجاد و امام باقر و امام صادق این هفت معصوم اکثر فرمایشاتشون در تصحیح عقاید بوده یعنی اگر ما این هفت معصوم رو تمام روایاتشون رو یک کاسه بکنیم هشتاد درصد از روایات در بحث عقیدتی بوده که اعتقاد شیعه رو درست کنه توحیدش، نبوتش، عدلش، امامتش، معادش ولی از بعد از امام صادق و امام کازم به این طرف هرچه میایم جلو میبینیم که ما اهل و رو تصحیح اخلاق کار کردن خیلی دیگه ور نرفتن به مباحث اعتقادی یعنی اون چرا که باید یک شیعه از نظر اعتقادی بداند و بفهمد رو به خصوص امام باقر و امام صادق بیان کرده مثلا شما خطبه حضرت زهرای مرزیه رو ارواح و رو ببینید حضرت در یک خطبه ای که دارن دفاع میکنن از امیرالمؤمنین و مقام ولایت کسایی که اهل تحقیقن میبینن انگار حضرت زهرا دارن فلسفه احکام میگن خدا چرا نماز رو واجب کرد چرا روزه رو واجب کرد پیام روز چی بود پیام حج چی بود پیام جهاد چی بود اعتقادات رو دارن درست میکنن چرا امیر المومنین تنها شد مباحث اعتقادی مردم مشکل داشتن ولایت رو نفهمیدن لذا این هفت معصوم رو مباحث اعتقادی چکش زدن